آمادگی نیروهای امنیتی برای دفع چالش‌های امنیتی دور دوم انتخابات، ادامه اعلام حمایت‌ها از نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری، و احتمال بروز یک فاجعه دیگر در ارگوی مصیبت زده بدخشان. سلام و شبتان بخیر. امروز چهارشنبه 31 ثور سال 1393 خورشیدی است که برابر می شود با 21 می 2014 میلادی. با سرویس خبری این ساعت آریانا نیوز و آریانا، با من بهشت رحمانی، خوش آمدید. انتخابات دور دوم ریاست جمهوری با چالش‌های جدی امنیتی روبرو خواهد بود، اما نهادهای امنیتی کشور تأکید می‌ورزند این بار نیروهای امنیتی مشکلات را آسیب شناسی کردند و آمادگی کامل برای تامین امنیت دور دوم انتخابات دارند. از سوی دیگر کمیسیون‌های انتخاباتی از نهادهای امنیتی کشور می‌خواهند تا در دور دوم انتخابات بی‌طرف بمانند. احمد فرشاد سالی به این موضوع پرداخته است. زیر همین سقف در کابل، مقام‌های بلندپایه نیروهای امنیتی و فرماندهان ارشد پلیس از سراسر کشور جمع شدند تا نقشه راه بریزند که دور دوم انتخابات را تأمین امنیت کنند. تأکید نخست از آزمون دور اول انتخابات درس آموخته‌اند تا در دور دوم آن را تکرار نکنند. با آنکه چالش‌های پیشین را می‌پذیرند، اما هدف آینده را غلبه بر چالش‌ها و رفع آنها می‌خوانند. برای دور دوم چالش ها و تهدیدات بیشتر از دور قبلی خواهد بود. متاسفانه دشمن ما خیلی عقده‌مند است و می خواهد افغان هیچ وقت شعار جدایی را مطرح نکرده، همیشه موجودیت خود در افغانستان واحد دیده. بنابری انتخابات زمینه انشعاب نسازین، وحدت ملی ما را احترام بگذارین. با این هم آشکار نیست در کمتر از ماهی دیگر که به انتخابات مانده، نامزدان دیگر به کدام یک از دو نامزد پیشتاز یک جا شوند. انتخاباتی که شهروندان را دوچار سوی زن در گزینش نخواهد کرد. جمیل کرزی امروز حمایتش را از تیم اصلاحات و همگرایی اعلام کرد. جمیل کرزی میگوید پس از بررسی های جدی نظر به اوضاع افغانستان از عبدالله عبدالله حمایت کرده است. از سوی هم عبدالله عبدالله پیوستن احزاب و نامزدان دیگر را در انتخابات پیش‌زمینه قوی برای رئیس جمهور شدن میداند. فرهناز فروتن گزارش میدهد. شمارش معکوس برای پیکارهای دور دوم انتخابات و یک روز پیش از آغاز پیکارهای انتخاباتی، جمیل کرزی زیر چتر حزب همبستگی جوانان حمایتش را یک روز مانده به پیکارهای انتخابات دور دوم از تیم اصلاحات و همگرایی اعلام کرد. بعد از مطالعه بسیار دقیق به این نتیجه رسیدیم که در انتخابات آینده سال 1393 دور دوم حمایت خود از جناب دکتر صاحب عبدالله عبدالله و تیمشان که تیم اصلاحات و همگرایی است اعلان میکنیم. عبدالله عبدالله میگوید پیوستن حزب همبستگی جوانان میتواند دست توطئه‌گران را قطع کند. دختر نفعالم چی انشاءالله خدای دغه ورورگلوی زمجا و تاسو دغه اتحاد و وحدت زمجا و تاسو سبب د خیر د افغانستان بگرسیم. او سبب دیدی وګرځوي چې هغه توتی چې دشمنان لري د افغانستان پاکل هغه توتی خونساش. پنجشنبه اول جوزا نخستین روز آغاز پیکارهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری است. این پیکارها تا 20 جوزا جریان خواهند داشت و به تاریخ 24 جوزا دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار خواهد شد. روند ثبت شکایات انتخاباتی نامزدان شوراهای ولایتی تا 24 ساعت دیگر تمدید شد. کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی بنابر بلند بودن حجم شکایات به نامزدان شوراهای ولایتی یک روز دیگر فرصت داد تا شکایات خود را ثبت نمایند. مریم حیدری با شرح بیشتر این خبر. بیشترین شکایت‌های نامزدان شوراهای ولایتی از کابل، هرات، ننگرهار و بغلان. کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی میگوید پیش از اعلام نتایج ابتدایی شورای ولایتی دست کم 1000 شکایت ثبت شده بود.
با این حال کمیسیون شکایت انتخاباتی برای نامزدان شورای ولایتی 24 ساعت دیگر وقت داده است تا شکایتشان را درج کنند. بر اساس تصمیم کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی این مهلت 24 ساعت دیگر برای درج شکایت برای کاندیدای شورای ولایتی تمدید شد و کاندیدای محترم شورای ولایتی فرصت دارد الی ساعت 12 فردا شکایت خود در سراسر افغانستان در ولایات 34 گانه افغانستان به ثبت برساند. با باور مسئولان در کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی، پیش بینی ها نشان می دهد که ممکن آمار شکایت نامزدان شوراهای ولایتی بالا برود. حدود 300 مورد است، ولی با ازدحام و تراکمی که و رجوع کاندیدای شورای ولایتی که ما در حال حاضر در همین لحظه در دفاتر ولایتی خود داریم، این تعداد مقدار بسیار افزایش پیدا خواهد کرد تا فردا ساعت 12. محاسبه نشدن میزان کلی آرا در نتایج ابتدایی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات از موارد پررنگی است که نامزدان شوراهای ولایتی از آن شکایت دارند. صدها کودک در ولسوالی ارگوی بدخشان در انتظار مرگ به سر میبرند. آسیب دیدگان روستای آباری که این ولسوالی هشدار میدهند که اگر برای آنان سرپناه ایجاد نشود، هزاران تن به شمول زنان و کودکان از بین خواهند رفت. آنان همچنان تأکید دارند که بیشتر کمک‌ها از سوی مقام‌های محلی بدخشان حیف و میل شده است. در همین حال والی بدخشان میگوید تا کنون بیش از 20 جسد را از زیر آبارها بیرون کشیده و کار ایجاد شهرک برای آنان تا روزهای آینده آغاز خواهد شد. شرح بیشتر در گزارشی از فؤاد نصیری. خشم طبیعت در ولایت کوهستانی بدخشان. در سفر به روستای آبباری که ولسوالی ارگو به تصویر دست یافتم که نشان می دهد لغزش کوه سطح و تن را نزدیک به یک ماه پیش به کام مرگ فرو می برد. پس از کشته شدن سطح و تن، اکنون هم آسمان نیلگون ارگو به حالت عادی بر نگشته و غبار آلود است. فریادهای زنان و کودکان حالا در این روستا تنین انداز است. این کودک همه اعضای خانوادهش را از دست داده و شب روز به یاد آنان می‌گیرد. امرودین نیز در این رویداد مادر، خواهر و دو خواهرزادهش را از دست داده است. در زیر خیمه دیگه چه چاره ما چی است دیگه؟ یک طوفان شود و خلاص دیگه. یعنی مردگی ما مرد دیگه، باقی مانده می‌مریم. مبالغی که فعلا به دسترس ما رسیده در حدود 8 میلیون افغانی هست که ما از طرف البته مردم افغانستان و همچنان در حدود 1 لک دلار است. بیشترین کودکان معصوم تکیگاه و نانآور خانوادهشان را از دست داده و تیر روزهای دشوار گذر در انتظارشان خواهد بود. این زن نیز دختر و شوهرش را که تنها نانآور خانوادهش بود در این رویداد از دست داده است. او میگوید دیگر اشک در چشمانش خشکیده و توان شکوه و شکایت از کسی را ندارد. ماشین دیگه قلب قالم سرپرستم بوماسه نیستم بوماسه ماشین دیگه. لغزش کو خانه های گلی ارگونشینان را به خیمه ها مبدل ساخت و آنان تاکید دارند که سرازیر شدن میلیون ها افغانی کمک و باز شدن حساب های گوناگون به نام هایشان در زندگیشان تغییر آفرین نبوده است. در زیر هر خیمه کسی از اندوه پدر، کسی از غم مادر و یا خواهر و برادر می گیرید. همه چشم به انتظار کمک ها دوختند. اما همه به ساعت 12 چاشت لحظه شماری دارند. لحظه شماری ها برای به دست آوردن غذای ناچیز و بدون نان و خشک. هر کسی با گیرودار تلاش دارد تا زود هنگام لقمنان برای کودکانش در زیر خیمه ها برساند. اما کودکان خردسال باید برای به دست آوردن غذا ساعت ها منتظر بمانند و چوب این شخص را بر سر بخورند. این نان 7 نفر است با چاش. این نان که شما ببینید به 7 نفر آش است. دیدن وضعیت خیمه نشینان روستای آبباری که ولسوالی ارگو دل هر آدمی را به درد آورده و در چشم ها اشک را جری می سازد. در هر گرد همایی حرف اول این روستایان ایجاد سرپناه است. چشمان هر کودک در این روستا نیز حکایت از هزاران نگفته دارد. چشمان کوچک
کراس ها و درد های زیاد را در خود پنهان کرده است. اما در اینجا کودکان برای فراموش کردن غم و اندوه از دست رفتگانشان بازی های کودکان هم آموزند. نزدیک به یک ماه است که این کودکان و زنان تیره روزهای زندگی را سپری می کنند و بیماری های گوناگون به ویژه امراض روانی آنان را تهدید می کند. وزارت صحت می گوید توان مقابله با همه این امراض را دارد. تمام بخش هایی که واقعا عرضه خدمات سی اساسی باشه برای نیازمندان ما مساعد ساختیم. نزدیک به یک ماه پیش در نتیجه لغزش کوه در روستای آبباری که ولسوالی ارگوی بدخشان نزدیک به 300 تن جان باختند. مقام های محلی این ولایت می گویند تا کنون 20 جسد را از زیر آوارها بیرون کشیدند. اما ایجاد سرپناه و رسیدن غذای به موقع از خواستهای اساسی ارگونشینان است. فاد ناصری، آریانا نیوز، روستای باریک ولایت بدخشان. خبرهای اقتصادی نیز لحظات بعد تقدیمتان می شود. با آریانا نیوز و آریانا باشید. تا 2 سال دیگر تمام افغانستان زیر پوشش خدمات مخابراتی قرار خواهد گرفت. مسئولان در وزارت مخابرات و تکنولوژی با ابراز این مطلب میگویند 213 ولسوالی که در 34 ولایت کشور به اثر ناامنی ها دشوار گذر بودن راه ها و نبود راه تجارتی از خدمات مخابراتی باز مانده بودند با مخابرات دست پیدا خواهند کرد. نعمت الله احمدی به این موضوع پرداخته است. مسئولان در وزارت مخابرات میگویند که 289 سایتی که در 213 ولسوالی افغانستان از عرضه خدمات مخابرات محروم بودند به مخابرات دست پیدا خواهند کرد. 3 کمپانی برنده 289 سایت شدند. کمپانی افغان تلکام برنده 192 سایت شدند. کمپانی افغان بیسیم برنده 85 سایت و وصل تلکام برنده 12 سایت شدند. این مسئولان می افزایند مدت کار این پروژه ها 18 ماه می باشد که در جریان کار این پروژه ها تیم نظارتی این وزارت از کاری آنان نظارت خواهد کرد. تیم های نظارتی برای تطبیق از این پروگرام ها هم در سطح ولایات و در مرکز وجود دارد تا چگونگی تطبیق این پروژه را که یک پروژه بزرگ است 289 سایت عملا نظارت بکنند. گفته می شود که هزینه این 3 پروژه 32.5 میلیون دلار آمریکایی بوده که با تحت پوشش قرار دادن 213 ولسوالی بیشتر از 578 هزار تن از خدمات مخابراتی مستفید خواهند گردید. و حال توجه کنید به نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی. 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 55 پول، 1 یورو 78 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 96 افغانی و 60 پول، 1 درهم امارات 15 افغانی و 65 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 572 افغانی. سپاس از همراهیتون تا این دم و حال همکارم ادریس جویا با تازه ترین های ورزش در استودیو با ماست. ادریس خوش اومدی به استودیو و دنیای ورزش چه خبرها؟ تشکر، سلامت باشین. در دنیای ورزش مسابقاتی است که پیگیری شده در رشته‌های مختلف ورزشی و اگر موافق باشین بعد از وقفه کوتاه دنبال کنیم. خبر ورزشی بعد از وقفه کوتاه. سلام، به خبرهای ورزشی خوش آمدید. میزبان جام قهرمانی والیبال بانوان سرمیاش را بالای سر برد. دوره نهایی رقابت‌های والیبال بانوان پایتخت که با اشتراک بیش از 100 والیبالیست از باشگاه‌های مختلف شهر کابل آغاز شده بود، صبح امروز میان دو تیم شهرداری و هلال احمر برگزار گردید که قهرمانی میزبان را در پی داشت. والیبالیستان شهرداری با پیروزی برابر سایر حریفان رای دوره نهایی شده، امروز برابر هلال احمر به میدان رفتند و این دیدار که 4 میدان ادامه یافت با پیروزی 3-1 بانوان سرمیاش با پایان رسید. رقابت های برگزار شده که اتحاد 6 باشگاه شهر کابل را رقم زده بود، به گفته مسئولان با در نظر داشته معیارات بین المللی و قوانین جدید انجام گردیده است و بازیکنان اشتراک کننده نیز ضمن بیان مؤثر بودن تعدد رقابت ها خواهش دقت در گزینش بازیکنان تیم ملی را دارند.
مسابقات ما خوشبختانه در سال گذشته که تورنمنت‌های را ما داشتیم، سه دور گذشتهش کمی کاستی خودم می داشتیم. خوشبختانه در این تورنمنت ما دیدیم که تمام مسابقات ما از آغازش تا ختمش به شکل نرم‌های بین‌المللی، البته مسابقات ما دایرشته بود. در زمینه همین دخترها را که جذب میکنم، واقعا دخترهایی را جذب کنن که قابلیت تیم ملی را داشته باشن، یعنی بتونن که در موج سیتر و قسم سیتر را پیدا کنن. ما قبلا مسابقه در هند داشتیم که خوشبختانه اونجا هم یک برد کردیم. خب هرچقدر که مسابقات زیادتر شده بره، اما نتیجه خوبتر از نتیجه خوبتر میگیریم و مسابقاتی که در بین دوستانه یعنی صورت میگیره او هم بسیار مؤثر است. پهلوانی، رقابت‌های گزینشی پهلوانی جوانان پایتخت که با گرد همایی بیش از 600 ورزشکار در مقر کمیته ملی المپیک افغانستان آغاز شده است، امروز نیز ادامه داشت. مسابقات اوزان 50 کیلوگرم، 55 و 60 کیلوگرم تا کنون انجام شده است. در این رقابت‌ها 60 باشگاه شهر کابل اشتراک کردند و به گفته مسئولان این دور مسابقات متفاوت از ادوار پیشین است و طبق قوانین جدید بین‌المللی برگزار می‌گردد. مسابقات گزینشی سال قبل گرچه به هدف عملی نمودن قوانین جدید آغاز شده بود، اما به دلیل عدم آگاهی لازم اکثر بازیکنان اشتراک کننده انجام نشد و امسال برگزار کنندگان تا کنون از تطبیق این قوانین سخن می‌گویند. انتخابات معاونیت المپیک در غیبت رسانه‌ها به تعویق افتاده است. پس از تایید اساسنامه المپیک افغانستان از سوی شورای آسیایی و انتقال فهیم هاشمی از معاونیت بر ریاست، اکنون این پست نیاز به انتخابات دارد و قرار گفته نشرات کمیته ملی المپیک قرار بود امروز برگزار گردد، اما پس از نشستی سری 21 روز به تعویق افتاد. تا ختم میعاد تعیین شده تغییرات در نامزدان این موقف نیز ایجاد خواهد شد. قبل از این نشرات از تکمیل شدن اسناد دو نامزد، هر یک ضیا بخشی رئیس فدراسیون تکواندوی کشور و محمود حنیف مسئول در فدراسیون شطرنج، به رسانه ها اطلاع داده بود. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بعد از وقفه کوتاه با همکارم بهشته. کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 11. هرات نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 14. مزار شریف نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 18. جلال آباد آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 20. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 21. و سرانجام شهر غزنی آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23 و پایین‌ترین 11. سپاس از همراهیتان. با سرویس خبری این ساعت از آریانا در ادامه بیننده پس از خبر با همکارم میثاق محمدی از آریانا نیز باشید.